تهران 27مین شهر بزرگ دنیا است. به خاطر همین اینجا زندگی کردن هم مزایا داره هم یه سری دردسر. همه هم البته از دردسرهاش خبر داریم. دردسرهایی مثل زیادی ماشینا و ترافیکای دیوونه کننده‌اش، شلوغی خیابونا و گرونی‌های اعصاب خراب کننده‌اش، دود و هوای خفه کننده‌اش، خلاصه از سر و صدا و بدو بدوهاش هممون با خبریم. با خبر که هیچ، داری باشون زندگی میکنی. ولی خب کنار این همه سختی و زحمت توی تهران میشه کلی وقت گذروند و خوش گذرونی کرد. حالا یه جایی هست که میخواییم بهتون معرفی کنیم، نه اینکه تا حالا ازش خبر نداشته باشیم، ولی خب میخواییم این بار یه جور دیگه اینجا رو معرفی کنیم. درست وسط اتوبان مدرس. حالا سوال اول این که چرا پلو اینجا ساختن روی اتوبانی به این بزرگی؟ پل طبیعت مثل یه راه میونبره که دوتا پارک طالقانی و آب و آتش رو به هم وصل میکنه. به همین خاطر باعث شده مردم بیشتری برای تفریح به اینجا بیان. جز این محل چشمنداز خیلی خوبی به شمال و جنوب تهران داره. واسه همین وقتی روی پل وایستید میتونید به راحتی دور تا دورتون رو نگاه کنید. پل طبیعت دسترسی به مجموعه باغ کتاب و باغ موزه دفاع مقدس رو هم راحت تر کرده. حالا سوال اینه، این پل که 2000 تن وزنشه چجوری ساخته شده؟ 20 مهر ماه 1393 پل طبیعت افتتاح شده. اما داستان ساخت پل به چند سال قبل، یعنی سال 1389 برمیگرده. اون سال یه فراخوان عمومی داده میشه تا توی یه مسابقه بهترین طرح برای ساخت پل انتخاب بشه. به طراحی پل دقت کنید. یکی از نکته های مهمی که باعث شد این طرح از بین 10 تا طرح ارسالی انتخاب بشه، الهام گرفتنش از پل خواجو و 33 پل اصفهان و معماری ایرانی. پل ها توی فرهنگ معماری ما خیلی اهمیت دارن، چون همیشه محل گذر و برخورد مسافرها و همشهری ها با هم بودن. واسه همین توی ساختشون نهایت ظرافت و زیبایی به کار گرفته شده و خیلی وقتها از تزئینات خاصی توی اونها استفاده شده. به جز این، یه نکته خیلی مهم دیگه توی طراحی این پل هست که اونو خیلی زیبا و دوست داشتنی میکنه. به پایه های پل نگاه کنید. شما رو یاد چیزی نمیندازه؟ پایه ها مثل شاخه های پرپیچ و خم و با صلابت یه درخت خیلی کهنساله که هنوز سرسبز و سرپاست. برای پلی که قرار دوتا پارک رو به هم وصل کنه، این تلفیق طبیعت و صنعت یه ایده درخشانه. اصلا به خاطر همینه که اسم این پل شده پل طبیعت.
حالا بریم سراغ این که پل چجوری ساخته شده. بعد از طراحی پل، بچه‌های بخش‌های مختلف مهندسی و ساخت توی گروه‌ها و تیم‌های متفاوت برای ساخت پل وارد میدون میشن. اونا اول نقشه‌ها و طول و اندازه برش‌ها رو تعیین می‌کنن. چون جنس قطعات پل از مواد ویژه‌ای است، بعضی از اونا رو از خارج از کشور وارد می‌کنن و از بندر عباس به کارگاهی توی جنوب تهران می‌برن. اونجا طبق نقشه ها قطعات برشکاری و آماده میشه و بعد از اینجا به جایی که قرار پل ساخته بشه ارسال میشن. شاید حیرت کنید اگه بشنوید پل در نهایت با اتصال 14,000 قطعه فولادی ساخته شد. اما چطور میشه بدون بستن اتوبان یه پل 270 متری روی بزن؟ خب معلومه که ساخت پل رو با پایه های اون شروع کردن. پل 3 ستون اصلی داره. به جز این 3 ستون، 2 سمت پل هم به 2 پایه توی زمین متصل. روی این نقشه پایه ها مشخصه. برای محکم کردن هر کدوم از این 5 پایه 25 متر زیر زمین حفاری و بتون ریزی شده و تعداد زیادی شمع ساختمان سازی زیر پایه ها کار گذاشته. این کارا به خاطر این انجام شده که خاک این منطقه به دلیل وجود آب‌های زیرزمینی خیلی سست و ناپایدار و پایه‌ها نیاز به پایه خیلی محکمی دارن که بتونه وزنشون رو تحمل کنه. هر کدوم از 3 پایه اصلی از قسمت‌های مختلفی ساخته شده که با جوش و پیچ و مهره‌های مخصوصی به هم دیگه و به زمین وصل شده. دقت و محاسبه و صبوری توی نصب پایه‌ها مهمترین شرط بوده. موضوع بعدی متصل کردن پایه‌ها به همدیگه برای ساخت خود بدنه پل. We'll be right back.
اتوبان مدرس از اون مسیرهای پر از رفت و آمدیه که دو بخش جنوبی و شمالی تهران رو به هم وصل میکنه. به همین دلیل اصلا نمیشه روی بستنش حساب کرد. حالا فکرشو بکنید، به غیر از بخش‌های جانبی که توی نقشه مشخص شده، توی طراحی از 11 قطعه خیلی بزرگ و فوق‌العاده سنگین استفاده شده که وزن هر کدومشون بالای 1000 تنه. برای جابجا کردن قطعه‌هایی به این بزرگی به یه جرثقیل خیلی هیولا احتیاجه. هیولای اونقدر بزرگ که اگه بخوان ازش استفاده کنن، نه تنها باید اتوبانو کامل ببندن، بلکه باید بخش زیادی از درخت‌های منطقه رو هم قطع کنن و زمین استقرارش رو بکوبن تا جرثقیل فرو نره. خب این کار شدنه نه؟ به جای این کار که هم خیلی کارو سخت میکرد هم خیلی گیر تموم میشد، گروه سازنده یک کار یه فکر تازه ای. اونا توی ستونهایی که برای پل ساخته بودن یه سری جرثقیل کار گذاشتن و اون 11 قطعه خیلی سنگین رو به قطعات کوچکی تقسیم کردن که برای این جرثقیل ها قابل حمل باشه. اینجوری با جوشکاری و برشکاری بخش به بخش پل، اونا تونستن تکه تکه اون 11 قطعه اصلی رو روی خود پل به هم جوش بدن. ایده کار گذاشتن جرثقیل توی پایه پل اولین بار بود که توی کشور اجرا میشد. اما با این حال بازم همینجوری نمیشه به ساخت پل ادامه داد، چون ممکنه یک قطعه از اون بالا بیفته روی یه ماشین و یه حادثه تلخ بار بیاره. مهندسین و طراحان گروه سازنده برای این مشکل هم یه راه حلی پیدا کردن. اونا توی 30 روز دو طرف بزرگ را دو تا تونل ساختن. هر کدوم از این تونل ها 40 متر طول و 15 متر عرض داشتن. به جز این اونا یه صفحه 6000 متر مربعی زیر پل ساختن تا هم یه حفاظ مطمئن روی اتوبان باشه و همین که بتونن روی اون راه برن و کاراشون رو انجام بدن. در نهایتش اینجوری بود که بدون هیچ حادثه‌ای هم اتوبان در جریان بود هم ساخت پل برقرار. مهمترین عامل اتصال قسمت‌های مختلف پل به هم جوشکاریه. سازنده‌های پل برای اون که بتونن از خبره‌ترین جوشکارای کشور برای ساخت پل استفاده کنن، یه فراخوان عمومی برای استخدام میدن. جالب اینه از تمام کسایی که توی فراخوان شرکت کردن، یکی از سخت‌ترین آزمون‌های جوشکاری گرفته میشن تا فقط درجه 1 برای این کار استخدام بشن.
به جز این، یه تیم که کارش فقط تست و اطمینان از کیفیت جوش‌ها بوده، با دقت نتیجه کار رو بررسی می‌کردن تا حتی کوچکترین مشکلی توی اونها نباشه. برای همین هم پل توان اینو داره که همزمان توی هر متر مربع 500 کیلوگرم وزن رو تحمل کنه. جدای این، نه تنها تا 100 سال با همین اتصالات میتونه روی پا بمونه، تا زلزله 7 ریشتری هم قدرت مقاومت داره. صد و دو کیلومتر طول جوشکاری های پل هست. یه چیزی بیشتر از 10 برابر کل طول اتوبان شهر مدرس. ارتفاع پل از زمین حدود 40 متر. از اونجایی که توی مسیر چرخش و برخورد بادهای شمالی و جنوبیه، توی پل همیشه هوای خنک در انتظار. به نظر میاد خیلی از قطعه های تشکیل دهنده پل یه شکل و یه اندازه هستن، ولی در واقع اینطور نیست و به خاطر شکل پل هیچ دو قطعه شبیه هم نیستن. قطعه ها حتی اگه شده به اندازه 1 میلیمتر طول و عرض و قطر متفاوتی دارن. هزار متر مربع مساحت پل با کفپوش‌های چوبی و باغچه‌های زیبا پوشونده شده تا وقت قدم زدن حس خوبی روی اون داشته باشی. حتی توی طراحی و ساخت نیمکت‌ها دقت شده که طوری باشن که با فضا و روح پل هماهنگی داشته باشه. اگه از قدم زدن و بودن روی پل لذت میبریم، دلیلش توجه به این ریزه‌کاری هاست. خود همین کفپوش ها که خیلی ساده به نظر میان، یه کار چند مرحله ای بوده. خودتون ببینید تا متوجه بشید چرا قدم زدن روی این کفپوش ها اینقدر خوشایند و دلجذب. یه نکته خیلی مهم دیگه توی طراحی پل هست که اینو خیلی خاص کرده. به انحنای بدنه پل نگاه کن که چه زیبا از این سمت به سمت دیگه حرکت کرده. مثل موجه ها، مثل وزش نسیم. این قوس ها در این زیبایی کار ساختو هم خیلی سخت کرده بودن، چون برای برشکاری و نصب قطعات به محاسبه های خیلی دقیقی احتیاج بود، چون کوچکترین اشتباه استحکام پلو به خطر می‌انداخت.
به خاطر همین طبقات و پیچ و تاب‌های مختلف توی بدنه یه پله که هر چقدر هم از روش رد بشیم بازم برامون تکراری نمیشه. جدای از برشکاری‌های دقیق، توی انتخاب مواد هم باید دقت زیادی میشه، چون توی تابستون و زمستون انقباض و انبساط قطعه ها و ورقا میتونست به راحتی به پل و امنیتش صدمه بزنه. شاید روحی که توی پل در جریانه به خاطر این باشه که طرح اولیه اونو یه خانم طراحی کرد، خانم لیلا عراقیان. پل طبیعت یه ابرساز است، بزرگترین پل غیر خودرویی ایران، که انگیزه ساختش فقط خلق زیبایی و ساخت پلی بوده که بتونه لحظات خوبی رو برای مردم بسازه. این پل با وجود همه این سختی‌ها فقط توی 19 ماه ساخته شده. پلی که به خاطر شیوه ساخت و اجرا نه تنها در ایران بلکه در جهان از نمونه‌های مثال زدنی به حساب میاد. به همین خاطر جایزه های داخلی و بین المللی زیادی به طراحی و مدیریت پروژه و ساخت پل داده شد. زیبایی و دلربایی خاصی توی پل هست. هر بار که از روی پل یا حتی از زیر اون رد میشیم به این فکر کنیم که میتونیم تجربه ساخت چنین پل‌هایی رو خیلی از جاهای دیگه ایران هم تجربه کنیم. پل طبیعت نمونه خوبی برای این هست که چطور هنر و سنت دست به دست هم میدن برای خلق زیبایی.